خب برعکس، من دارم میرم تورنتو، یهو هفته پیش تصمیم گرفتم میرم تورنتو، دیگه جمع کردم و دارم میرم. چه هفته وحشیانه ای هم داشتم. الان ساعت 1 ظهره در حال حاضر میرم فرودگاه، ساعت 1:10 الان. من بعد 10 دقیقه پیش فرودگاه باشم، یعنی اونا گفت بودن 1 بیا فرودگاه، گفتم من نمیام 1، من 2 میام ببینم چی میشه. حالا این فعلا یه دونه داستان داریم، ببینیم ما میتونیم بریم تو یا نمیتونیم بریم تو. و حالا النا همش نگرانه، میگه بدو 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 بدو. منم نگران نیستم، میگم فوقش پرواز میمونیم دیگه. تیکت هم از پوینت های کریدیت کارت هم خریدم، برم در مده 1 دلار. میتونستم بکنم ایش صفر را کردم 1 دلار، که وقتی داستارشو میگم میگم 1 دلار. او شوت آقا، یادم هم بگم دیشب اومدم دیدم زیر ماشین روغن ریخته، زیر مازراتی، گفتم ای بابا این دیگه چه وقتی روغن ریخته. ما 25 ماشین سوار میشیم، از این داستان نداشتیم. روغن ریزی چیه اینو؟ مگه مثلا چیست ایران خود رو مگه ساخته دیگه؟ بلند شدم و صبح خوابم نمیبرد. مثلا 3 دیشب داشتم کار مالیات رو انجام میدادم، 3 مالیات رو انجام تموم کردم، فرستادم واسه یه حسابدار، خوابیدم 4 صبح، نه 4 خوابیدم، نه 3 خوابیدم، 3 خوابیدم 7 بلند شدم، 4 ساعت بعد 4 ساعت بیدار شدم، دیدم خوابم نمیبره، یه نیم ساعت واسه خواهر که راه رفتم که وقت بگذره. شد هفته نشستم تو ماشین، رفتم مکانیکی چون 8 باز میکنه. گفتم آقا این چیه داستان؟ چون خواهر من تورنتو اعصاب ندارم، میخواهم اونجا فکر کنم که ماشین چیست، من نمیفهم باید چیکار کرد. یارو گفتش که باز کرد، اینو گفت چون روغنمو درست پیش عوض کردم. گفت روغن تازه عوض کردی؟ گفتم آره درست پیش، پیش خود قلاقت. ولی خب شاید اون یارو نمیدونستم، من یادم اونجا بود. ولی حالا گفتم که آره. گفت آره کسی که عوض کرده خیلی خوب تمیز نکرده، روغن موقعاً ریخته بوده، منم چون خونم درایورش خورده کجه، روغن اومده پایین ریخته بوده اونجا، اونجایی که خورده درایور کثیف کرده. حالا اولا برای بچه‌ای که دوست دارم نار بدونم، من الان میتونم برم کمپانی مکانیکی رو سو کنم، بگم که برامش دادگاه، بگم مثلا بعد به من 4000 دلار پول بدی چون صبح پروازمو خراب کردی، باید من 1000 دلار میدم یکی بیاد اون درایور رو تمیز کنه، روغنشو درست ببره، آب نریزه بره توی زمین، بعد هم فلان باشه بکشنش بالا، از این داستانه که مال معروف دنیا رو بفهمند. بعد من سو کنم، ظرف 5 روز یه چک میاد در خونه، مثلا به دادگاه نمیره، میگه حق داره، عکسش داره نشون میده، نشون داره میده اومد، فیلم داره که اومد، یارو گفتش که همین اتفاقی که افتاده و حرفا تموم میشه. ولی من این کاره نیستم، من از پول کثیف خیلی خوشم نمیاد دوست، همین دارم یکم خوشم میاد، همین نمی کنم این کارا رو، ولی مثلا دارم یکی پاس میزه بکنه. حالا من میش کنم دیگه، رفتیم اون یارو گفت نه همه چی خوبه و همین بوده. بعد حالا که باز کرد توی اونجا موش پیدا کرد، مثلا کی دیگه اینو میدید؟ بعد به من میگه تو ماشین رد داری؟ میگم رد چیه؟ میگه یه رد داری؟ میگم نه بابا. کجا؟ میگه اونجا. بعد گفتم خب اوکی، یه قرمز یه چیزی دیدن، چرا چی دیده؟ ترمزامو قرمز رنگ کردن، چه بدم چه داره میگی؟ پیاشم دیدم مزوش رته، ولی دادم اشتباه میکنم چون موش بود و میگفت ماوس، ولی در صورت موش هم اونجا بود و ولی مثل که پخته شده بود دیگه توی چیه. و من چون اونجا رو دیروز، یعنی پیروز روغن عوض کرده بودم دیگه، یعنی اونجا سفر رو پیروز دیده بودم، باز بود موشی توش نبود، بنده خدا داره پیروز مادر تو اونجا و دیشب که من رفتم بیرون اونجا مال. خلاصه دیگه اینم درست شد و دیگه شد ساعت 9 هم وقت دکتر داشتم، میخواستم کنسل کنم. بعدم حالا که دیگه بیرون هستم، ماشینم دیگه همش خوبه، دکترم رفتم و واسه شونم، دکترم یه ماساژ مشکی داد شونم و الان داریم با انرژی مکسیموم میریم که فرودگاه رو میس کنیم. اومدیم تو چیز، ساعت 2 دقیقه رسیدم اینجا، بگو انداختیم همه چی خوب، بوردینگ پس رو گرفتیم، الان اومدیم اینجا صندلی بازی کنیم. توجه کنیم، نمیدونم حرف کیو گوش بدم، این میگه بکن، اون میگه نکن، ما بکنیم. ونکوور گل، خدافظ تا بریم سمت تورنتو. خب آقا تو صفحه چکم، اونا کسی که کارت ندارن هم شیش خطه هم که اونجوری من اینه که با کارت من هم میگم یک کارت دارم که میتونی بری توش، نکسسه با اون میتونی بری تو. اونجا قراره این اونو بگردم. آقا
آقا اونجا که بودم یک کیفای منو مجبور شدم بگردم، یعنی تگ شد این نگشتنش. وقتی رفتم اونجا بغل دیگه هم این ور بود دیگه. بعد تون پلاستیک خاکستری ها میاد. و کاری که کردم من برداشتم وقتی یارو گوشش بگم بهم پس داد، من اون پلاستیک رو بعد برداشتم میومدم این ور که وسایلمو بردارم دیگه. اون پلاستیک رو گوشم توی 4 تا دیگه پلاستیک شد، 5 رو با هم برداشتم. بعد یارو گفت نه من این وظیفه منو میبرم. من دارم میرم دیگه، بذار بکنم. پس 3 بار از من تشکر کرد. پلیس با اون ابهت شوفردان اینا گفت مرسی دست درد نکنه حرفا. آقا خوبی کنین. مردم دلشون واسه خوبی تنگ شده. چون هر کی دوست داره من دیگه خوبی کنه. آقا خدایی خوبیو که بکنی، ولی بی رفت به این داستان بنده ساعت 2 خورده، یعنی 2 مثلا 2 دقیقه رسیدم به فرودگاه الان 2:20 هست بغل در هواپیما. چقدر خوب آدم پشت بکگراندش تمیز باشه بتونه این کارتی که دولت میده رو آدم بگیره راحت. کلن 45 دقیقه از پرواز رسیدم، من بردم این هم گیت هم دارم نگاه میکنم، بریم با هم گیت رو ببینیم. اینجا توالته، اینجا ستارباکسه، اینجا ستنلی پارک تاپ هاوسه. همیشه شروع، یعنی من ای وای الان آهنگ از بیناموز شدیم لا 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 لا. میدونی یه چیزی که میدونی تو فرودگاه خیلی برام عجیبه؟ این صفه. مگه این مال احمقا تیشرت نخنده روش نمیشه صندلیت فلانه؟ این عجله که بپرن تو این چیه؟ اگه بگی میخوان کلیانشون باستشون جا باشه، اگه جا نباشه که بهتره، میبرم پایین تو انبار به تعویض میدم، میشه چمدون تو خودی تو نباید نمایش کنی. چه سودی داره این خوش خلا وایسی بهتون حقا ما تنگ وایسی گرد الان اصلا اینجا 30 درجه است آفتابی بیرون رو کن مادر بگیری. بشین اینجا راحت، من همیشه میشینم اینجا واسه خودم. اینا همه میرن، همه رو صدا میکنن، همه میرن تو، همه که رفتن تو چیز میکنه من وای میستم بازم نمیرم، چون الان میدم تو اون خورتومیه وایستدن، تو راه روها وایستدن. بعد یه خواهی میدارم شروع پس اون صدا کردم، میگه سهیل اقتصادی، بعد یه بار دیگه میگه مثلا لس کار، بعد یه بار دیگه میگه ما داریم در رو میبندیم. اونجا که میدارم من بلند میشه، من همیشه چی چپ چپ من خوشش تو صورت دارم صدا میکنم بر نمیگه من ها کنی، ولی واقعا من نیستم. میگه این کار چه کار احمقانه ایه. بعد یه چیزی هم که خیلی جالبه تو هواپیما میذارن کریان رو بخوای بیاری باید پول بدی، ولی یه دونه بالش به این بزرگی بخوای بیاری که از کریان هم بزرگتره اوکیه. چقدر واقعا بیزنس های علکی کثیف شده اصلا سر 40 دلار. این همه هواپیمایی گیرشون سر این 40 دلار آخره، خب کس کشه 40 دلار تیکت همه گیرم تر بفروشیم، همه هواپیما با هم میان تیکت های 40 دلار گرم میکنیم یه چند دو مجنی. خوبی کم آقا خوبی کنیم. آقا زنگ زدم به دایی الان گفتم که دایی بس میبینم شب، گفت مگه فردا نمیای؟ گفتم نه دایی سم شب. خوش زنگ زدی همیشه کارتون رو دعوت چک کنیم، به این تکس راضی نباشین وقتی که ریپلای نگرفتین. اومدم پشت من در بس صدام کرد، بعد من گفتم میگه نمیبنده دیگه، اومدم در بس گفت یه دقیقه دیدم از اجرات نمیدم برای ناکم و هنو یه چند نفر مونده تا بس ریپلین، همیشه میخوان نگردن دیگه. حالا حداقل من اینجا تنها اون نفر آخرم، ریلکس میرم. باز یه خورده بهتر از اینکه بگی باشی. اگه خوبی این که نفر آخر بیمید چیه؟ کلی سمت خالی اومدم بهم سمت خالیه، به خانه گفتم اجازه میدیم اینجا بشینم، گفت بشین.
اینم دومین صفیه که من نمیفهمم. حرفمون میشینه هر آدم میشه وای میستن. چرا ما نمیدونیم؟ Me and you were asleep the whole way. I was sleeping somewhere too. I think everybody was jealous of us. چطوری آقا؟ آقا توی فیلم ها کارتون ها بود یه تپه هست پره گل ازش قلق میخوری میبری پایین بکنم پیداش کردم اینجاست ولی خیلی حالا الان اون بالا رفتم بالا واشتادم یه فوتبال مشتی بازی کردم و یه گل زدم اینا هم این بعد هم بسکتبال بازی میکنم بعد دیگه عرضم به حبودتون خیلی خوشگله و دوشم رو هم میرفتم بعد این صحنه رو دیدم که نگاه کن آقا یه جای به این زیبایی یعنی یه نفر اومده مثل من این صحنه رو دیده بچه ها دارن اونجا بازی میکنن این بعد هم بسکتبال بازی میکنن این بعد میگم یکی رفت اون برادر فوتبال بازی میکنه بعد این همه گل این همه زیبایی اینا همه اینجا هست و یه نفر اومده اینو انداخته زمین و رفته چقدر نامردی خب حالا پوینت هم چی از این حرف آقا اینا رو میبینی خمشو وردار همه احساس میکنن خیلی کثیفه وقتی عاشقان میبینن انگار یه آدم جزامی که ایدز داره اینم لیست زده انداخته زمین داداش من یه آدم مثل خودی انداخته زمین دستش مثلا تمیز بوده یعنی این بوچی با بوچی تو 99.99% احتمالا یکیه فقط چیزی که من میخوام بگم اینه که بعدش برو دستو تمیز کن ما انگشتمون رو میخوایم به سوراخچونمون میخارونیم بعدش هم بو میکنیم با اون موضوع اوکییم آشغالی که قبل زنی وعده میگم مثلا یارو اینا گذاشته تلس مثلا اسرائیل گذاشته که دست بزنیم و به فنا بریم خمشو برش دار هیچی نمیشه یادونه خب تازه هم هست روز نوشیدنی تانس خوش نشده آشغالا رو برمیدارم آشغال رو زمین پیدا کردم ورشون میدارم این دایی منه نمانم تو انتمایی محمد میکنیم دوستش منیم اینجا دایی امیده بنز دایی امیده بنز بودو چه خبر بوده ایم چه خبر بوده ایم هوملیسی که جمع میکنی بودو برونو نه بایستا کمن جمع میکنی این دره رو برمیدهی تو؟ چون؟ این دره رو ببن سر این فقط که نمیخوای خب چی کنم؟ آشغال جمع کن شده نهی تو خب پارک رو نها کن به این قشنگی میگم کی دلش اومده بیاد اینجور آشغال بریزه؟ مثلا مثلا پوینت همین بود نها کنم جا نشون میدم میگم جا به این قشنگی قشنگ این خاکوسه این کی سرم بابا بیدارم این آشغال خب من الکل دارم دستان میشونم یه دیوسی مثل تو انداخته دیگه خب مثل من یا تو دسته من یا تو تمیزه دیگه پوینت آن همینه آقا یه آشغالی هم بده که هم گوشن شروعی دست آشغال ولی اینجا رو ببین من آشغال رو پشت اون پارکه برشتم یعنی اون وقت اون تپه بس آشغال نکن اینجاست یعنی واقعا مادر اونه که میادیم دیدی رو سرویس حیف باشه بابا برمی راحت حالا که دید بحث تمیز کاری سرویسیم آقا آبتون که تمیز شده اینطوری کنی که جای کمتری بگیره وقتی میخواد از شما به تو به کارخونه برسه و همه چی تاثیر داره صداش ها دیرتر پر میشه و و و و کم بکنی من دارم میرم طرف کیف و چی بابا باربیکیو رو ببین امید حرفی داری برای برعکس برای برعکس یوتیوب نه خوبه میگه خوشحاله که من اومدم اینجا ولی دروغ میگه دیشب مثل مگس رو زمین مریض شد بخواه بخاطر من نمیپذیرم بهش گفتم برو تخت گوش نمیده نه من رو تخت نمیخوام عشق من سهیله I love you رو زمین میخوام بدتر از اونم میخوام
سویل داره رو تخت خواب. تخت خالی بود رو زمین خوابیده. آره به هم سوال میکنم چرا رو زمین خوابیده. خب برعکس. آقا داشتم الان با ایشون بالاتیم تپه داشتیم اشغال میکردیم، بعد دوباره آشغال دیگه دیدم ورداشتم آوردم انداختم. خلاصه پوینت اینه که آدم بد و احمق و اشتباه بکنه اون روز و اصلا اشتباه فقط جای دستش افتاده نفهمیده. آدم دیوانه همیشه خواهد بود، آدم خوبه که باید بیشتر شه، که خوبی رو بیشتر کنیم که بتونیم بدی رو ببریم پایین. ببین دوباره آشغال همینجاست، یعنی انقدر از آشغال اصلا باور نمیشه یکی روش میشه اینجا آشغال بندازه. کورن زدیم، استیک زدیم، سالاد زدیم، مرغ و همبرگر و همه حیوانا رو میناموس کردیم. لیلا مرسی از غذای مامانم گفته بود نگه تو ویدیو هم، ولی اومدی دیگه دیدی؟ مامان ببین هیچ حرفت گوش نمیده. خب من و نیروانا و گوچی داریم میریم بالای کوه. بابا گوچی خوشحال، نیوانا خوشحال، اونجا استیک نستیک دادیم. بابا آقا ما باربیکیو کردیم و اینا خیلی خوشمزه و همه ها رو کردیم، ولی یه چیزی که نوتیس کردم انگار مردم ما خیلی متوجه نیستن که فود سیفتی و امنیت غذایی چجوری غذا رو به گو نکشی و اینا. مثلا الان سر میز چیز نشستیم، یه سری بشقاب آوردن، بشقاب یه مثلا یه سریاش کاغذی هن، یه سریاش پلاستیک داره روش، رنگی هن و اکس دارن و این هم ها. اونا که رنگی هن و اکس دارن و پلاستیک داره روش که روش براقه، اونا دیزاین شدن واسه هندونه، واسه خیار، واسه چیزی که داغ نیست. چرا؟ چون اینا میخوان اگه مثلا تو هندونه گوش اونجا خیس نشه که بشقاب بین بره، و یه وقتی یه استیک داغ، همبرگر داغ، سوسیس داغ میذاری توش، این سریعا در لول مولکولی آب میشه میچسته به سوسیسه و تو داری اینو میخوری و همینجوری سرطان میگیری. خب مثلا من اون نگم و من به همه هی دارم اونجا میگم، بعد کسی هم گوش هم نمیده، اینجوری که مثلا میگم اوه، کسی هم چیز نمی کنه که مثلا اوه سوهی رو گفت قبوله به تو راست میگه، به خودمون نگاییم، خیلی همه ریلکس رو همونجا ادامه میدم. آقا اینا دیدی فقط حرف میزن خوش بشن. آره بچه ها داشتم چیز میگفتم. خب بریم اشغال نریزین، به سلامتیتون هم فکر کنین. آقا بچه ها میخوام من خودشون رو رولدن کنن. آماده؟ آها آه یه یه Dude, this is the best thing. It was a stick under me. Oh. I was like, we're pushing ourselves. The frog, I'm gonna get it, yes! Okay. You know, I'm going to see you again. I'm going to see you again. Ow! 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 My frog! Oh, kids, you know what the arizona was? From the top of the درست بخوریم رو پایین. من چای کنم ها؟ خاک بستنم. 1, 2, 3, go! Yeah! Let it go! Let it go! You're controlling it! You gotta let it go! Aha! The last one was the actual road. از آی مای آرم میره به بقیه رول، این میشه بچه واقعی. به به یادش بخیر. بچه ها رو بذاریم بچگی کنن، نکنه آدم باشه معنی این کار چیه رو نکنیم. به این فکر کن خدایی، اگه بابا بشی جزو چمن تو چشت باشه، هیچ چیز نمیشه. آقا میخوام یه دونه ویدیو از این بگیرم،
ببین چه جای خفنی واسه معلم درست کردن. یه پارک و وسایل بازی اونجا گرم بشه. فوان نواره باز میشه پارک آبی تقریبا. اونجا یه زمین بسکتبال، این دو تا زمین بسکتبال، یه زمین فوتبال. تپه‌ها رو اینجوری می‌بینی همینجوری خالی. بعد این بعد اون تپه یعنی تو همینجوری سبز، بعد یه زمین فوتبال مشتی هم اونور بره. عجب جوه قویه. نتونستم آقا. برو بریم. خوب شد گفت وگرنا میخوردم به زمین. خوب بود. رول کردن کار خوبیه.